سلام عزیزان، وقتتون بخیر. این روزا متاسفانه با هوای آلوده دست و پنجه نرم میکنیم و در میان ماها علاوه بر افراد بزرگسال و بیمار، کودکان از جمله افرادی هستن که جزو گروه پرخطر محسوب میشن و این آلودگی ها میتونه بیشترین آسیب رو به اونها برسونه. در این ویدیو با ما همراه باشید که چه آسیبهای آلودگی های هوا میتونن برسونن و راهکار مقابله و خنثا کردن اون اثرات توی آدم ها، خصوصا تو بچه ها، چی میتونه باشه؟ همونجور که میدونید دستگاه تنفس مسئول اکسیژن گیری از هواییه که در واقع میگیره و دفع میکنه اون دی اکسید کربن حاصل از سوخت ساز در بدن به عنوان یک گاز در واقع مازاد رو. عمدتا با حدود 22,000 حرکت تنفسی که هر فردی در طول شبانه روز انجام میده، یه سیوده 15 کیلوگرم هوا رو وارد ریه ها میکنه. بنابراین اگر هوا آلوده باشه، که این آلودگی ها میتونه ذرات و غبار یا گازهای سمی باشه، میتونن هم به دستگاه تنفس فوقانی، یعنی از بینی تا حنجره، و بعد به دستگاه تنفس تحتانی از حنجره به پایین تا به سمت ریه ها آسیب برسونه. تا جایی که ریه ها بتونن ظرفیت خودشون رو انجام بدن، این تبادل گازها میتونه که کنترل بشه، ولی کن اگر چنانچه میزان آلاینده ها زیاد باشه، از کنترل ریه میتونه خارج بشه و مقدار زیادی از این مواد آلاینده و سمی وارد دستگاه خون بشه که عوارضی که ایجاد میکنه، از اونجایی که سلولای خونی این اکسیژن رو از ریه میگیرن و به سمت سلولهای بدن میبرن، میتونه در انتقال اکسیژن به بدن مشکل ایجاد کنه، میتونه ضربان قلب رو زیاد کنه، زمین ساز لخته ها و افزایش سکته های قلبی بشه، ظرفیت و توان ریه ها رو میتونه کم کنه، بنابراین میتونه تنگی نفس، حملات آس و احتمال التهاب مجرای تنفسی یا هم برونشیت ها رو بده و در مواردی که در معرض طولانی مدت قرار بگیره میتونه که سرطان ریه ایجاد کنه. و عمدتا دستگاه تنفس فوقانی، یعنی بینی و قسمت های دهان تا حنجره، بیشترین آسیب رو از این آلودگی ها میتونن ببینن. اما از اونجایی که بچه ها بیشتر در معرض این آلودگی ها هستن به علت حرکت های تنفسی بیشتری که انجام میدن، بنابراین میتونن که بیشتر گرفتار بشن. علائم معمولا با سوزش قرمزی و آبریزش در چشم و در بینی همراهه و میتونه سرفه‌های مکرری داشته باشه. کودکان به خاطر افزایش فعالیت تنفسی که نسبت به بزرگسالان تا حدود 50% دارن، هوای بیشتری رو از بزرگسالان میتونن دریافت کنن. بنابراین بچه‌ای که در حال رشد بسیار مستعد نسبت به این آلاینده ها و میتونه اثرات تخریبی بیشتری بر اونها بذاره. و حتی اگر چنانچه این آلودگی در هوای منزل هم باشه، در طولانی مدت میتونه روی رشد و نمو به طبیعی بچه هم تاثیر بذاره و علاوه بر بیماری های تنفسی موضوع مثل آس باعث تضعیف سیستم ایمنی بشه و اینها در فصل هایی که در واقع همگیری بیماری های تنفسی ویروسی مثل آنفولانزا شایع هست، میتونن به راحتی به موارد بیشتری از آنفولانزا و یا موارد شدیدتری از اونها ابتلا پیدا بکنن. در آلودگی های هوا معمولا یه سری ذرات و گرد و غبار وجود دارن که اینا ذرات درشت توسط بینی و ساختمان هایی که در اون هست گرفته میشه و ذرات ریز هستن که وارد دستگاه تنفسی میشن. این ذرات تنفسی، در واقع ذرات ریز، اثراتشون بر روی سیستم تنفسی باعث میشه گرفتگی صدا، سرفه، عطسه‌های مکرر و در دراز مدت تنگی مجرای تنفسی یا همون آس میشن. ولی ذرات درشت‌تر معمولا در مجاری تنفسی ما هستن که باعث قرمزی، آبریزش هم در ناحیه چشم هم در مخاط بینی میشن و در واقع میتونه که یه مقدار تورم و دردناکی مخاط رو در اونها ایجاد بکنه. اما علاوه بر این ذرات آلاینده که در هوای آلوده، خصوصا هوای شهرهای صنعتی وجود داره، یه سری گازهای سمی وجود دارن که گازهای سمی متاسفانه توسط هیچ
قسمت از سیستم تنفسی قابلیت فیلتر شدن و حذف شدن ندارن و خیلی راحت میتونن وارد قسمت های انتهایی سیستم تنفسی بشن و به راحتی خودشون رو وارد سیستم خونی بکنن. برای اینکه مقابله بیشتری بتونیم انجام بدیم با این آلودگی ها و خصوصا برای بچه‌ها که با توجه به جسه ریستری که دارن، قد کوتاهتری که دارن نسبت به بزرگسالا و حرکت های تنفسی بیشتری که در دقیقه انجام میدن، بسیار مستعد نسبت به اثرات آلاینده هوای آلوده هستن. اجازه بدیم که در ساعتهای شلوغ و پرترافیک شهری بچه ها از خونه خارج نشن. این بهترین کاریه که میشه انجام داد، اگرچه که گازهای سمی حد و حدود و مرز نمیشناسن و خیلی راحت میتونن وارد فضای خونه بشن، ولی به صورت محدودتر و موانع و سطحایی که سر راهشون هست میتونه که در واقع تا حدی کنترل بکنه. آلودگی ها میتونن عوارض گوارشی بر بچه ایجاد کنن، علاوه بر علائم تنفسی که گفتیم، سرفه عطسه، آبریزش بینی و آبریزشی از چشم، میتونن حالت های تهوع، استفراغ و دل درد ایجاد کنن و همچنین به خاطر اینکه جلوی تابش نور خورشید رو میگیرن، میتونن در نهایت به خاطر تابش کمتر نور خورشید به بدن بچه‌ها باعث کمبود ویتامین دی در اونها و در سالمندان بشن، که اهمیت داره این قضیه توجه بشه. همچنین بچه‌ها به خاطر اثرات تخریبی که گازهای سمی میتونن رو سیستم مغزی اونها ایجاد بکنه، ضریب هوشی اونها رو هم میتونه کم بکنه. همچنین سربی که داخل هوای آلوده ناشی از سوخت بنزین و گاهن بنزین نامناسب هست، باعث میشه که این اثرات تخریبی باعث بشه هم روی مغز هم روی ساخت سلول های خونی که در واقع کمبود اونها باعث کم خونی میشه، اثرات ناخوشایندی داشته باشه و این بچه ها از رشدی دچار عوارض بشن. همچنین بچه ها علاوه بر آلرژی و حساسیت هایی که درشون بروز میکنه به خاطر برخورد با این گازهای آلاینده، گاهن دچار اختلالات رفتاری به صورت پرخاشگری و تندخویی میشن که خیلی از مواقع اینا در واقع مسمومیت با فلزات سنگین و یا با گازهای سمی که به صورت کشنده هستن در این هوای آلوده نتیجه برخورد طولانی مدت با اونها میشه. اگرچه که در نهایت کاری از دست آدم ها یا ساکنین شهری در قبال آلاینده ها بر نمیاد، یکی از مهمترین کارها اینه که سطح ایمنی بدن رو و سطح سلامت بدن رو بالا ببریم که بتونه اثرات خنثی کننده رو اثرات مضر داشته باشه. یکی از اینها مصرف مناسب پروتئین، گوشت، مرغ، ماهی در مورد بچه ها و سایر افراد در معرض آلاینده ها هستن. سبزیجات رنگی خصوصا لبو، هویج و همچنین میوه انار میتونه به علت آنتی اکسیدان بالایی که داره اثرات مقابله کننده ای داشته باشه. مصرف میوه تازه خصوصا در بچه‌ها که اغلب بدقلقی میکنن در مقابل خوردن میوه ها نباید فراموش بشه و به هر شکل ممکن به جای تنقلات و هلهوله ها بهشون داده بشه. مصرف سیب به عنوان یک میوه‌ای که آنتی اکسیدان بالا داره و اثرات محافظتی داره در مقابل آلاینده، خصوصا سیب قرمز، میتونه به بچه‌ها و افرادی که مستعد هستن کمک کنه. و همچنین مصرف شیر پاستوریزه خودش یکی از مواردیه که میتونه در واقع اثرات حمایتی داشته باشه. تو اینجور مواقع معمولا توصیه میشه از مصرف یه سری مواد غذایی محدودیت ایجاد بکنه. یکی از اونا گوشت گاو هست و در غلات و در واقع سبزیجات مصرف بادمجان، عدس و گوشت‌های سنتی که به صورت سوسیس کالباس تهیه میشه و غذاهایی که حالت خمیری دارن مثل ماکارونی و همچنین غذاهای سنگین و چرب مثل کله پاچه توصیه میشه که در واقع کمتر استفاده بشه. مصرف زیاد مایعات برای دفع مواد سمی از راه کلیا بسیار توصیه میشه. همچنین به بچه ها میتونید این کار رو بکنید، خصوصا بچه هایی که غذای کمکی رو براشون شروع میکنید، یعنی حتی از همون 4-5 ماهگی هم میتونید آب رو به هر میزان که بچه ها تمایل دارن بهشون بدید. یکی از راه های تصفیه هوای خانگی
یک راه دیگه است که میتونید از اونها استفاده بکنید. برای این کار علاوه بر دستگاهایی که کار تصفیه کنندگی هوا رو انجام میدن، اگر چنانچه به اونها دسترسی ندارید، میشه که در آبی که روی بخاری وجود داره و در حال جوشیدن هست یک استکان سرکه اضافه کنید و به صورت طبیعی بخوری رو ایجاد کنید که به مدت یک ساعت در واقع این حالت جوشیدن سرکه در آب اتفاق بیفته و این کمک میکنه که هوای منزل رو تا حدودی تمیز نگه داره و کمک کنه به تصفیه. اگر چنانچه عزیز دارید که مشغول مراقبت از کودکشون هستن، اطلاعات این ویدیو رو مخصوصا در این روزهای آلوده سال در اشتراک بگذارید و بگذارید که اونها هم از اطلاعات استفاده کنن و همچنین بر ما کامنت بگذارید که خودتون از چه راههایی برای مقابله با این آلودگی فزاینده هوای شهری استفاده می‌کنید. ممنون از توجهتون.